همین یه هفته پیش بود که مزدک ماشینش رو فروخت. تو نگاه اول خیلی منطقی و ساده میاد، اما اتفاق به این سادگی ها هم نبود. آقای گزارشگر، هم نسل عادل خان فردوسی پور و رفیق صمیمی پیمان خان یوسفی، صدای رفتن توی سرش بود و قید همه چیز رو زده بود. خبر شوکه کننده بود و ناراحت کننده. مزدک میرزایی در راه لندن، پر از ضد و نقیض های مختلف. اما ظاهرا خبر تایید شده است و زین پس مزدک میرزایی رو احتمالا در یکی از شبکه های ماهواره‌ای باید دید. اما داستان مثلث عرب، سروش رفیعی و مصلح همچنان ادامه داره. سروش رفیعی و شایان مصلح که ظاهرا مدیر عاملشون رو خیلی دوست دارن، باز هم حرفای جنجالی زدن. خیلی ناراحت شدم آقای عرب، خداحافظ عزیزم که امروز ندیدیم، دلت فردا قرار بیام هزار ببینید عزیزم، قشنگم، خیلی ممنون. این یه هفته خیلی خوشحال شدم که هر روز می اومدم باشگاه میدیدمت و یه هفته خیلی قشنگ و واسه ما درست کردی. بها اینکه آرام هر روز بیاد به باشگاهش سر بزنه خیلی لذت بخشه. ساعت از افعال معکوس دارین استفاده میکنی؟ نه من دارم حرفامو میزنم. و آقای عرب عزیزم، امیدوارم که امشبم راحت بخوابی استراحت کنی، چون قرار فردا ایشالله تکلیف ما رو بعد از یه هفته. البته ناراحت میشم که باز نمیتونم. آقای عرب مدیر عامل پرسپولیس هم سبک جدیدی در پاسخگویی به خبرنگارا از خودش ابداع کرده. بودش خبرگزاری مهر در مورد که آقای برانکو از شما تخفیف خواسته بودن، یعنی تخفیف داده بودن 500 هزار دلار ولی شما قبول نکردین، صحت داره؟ الان از شما میشنوم اینو. آقای عرب میشه بسن اصل ماجرا براتون بگم داستان چی بوده که شما توضیحش ندیدم؟ من باید برم جلسه. ببین من هر دقیقه که از باشگاه میام بیرون جلسه دارم، دوستان میگن صحبت کنیم، منو صحبت نکنم. شخصیت حقوقی تون ایجاب میکنه، شخصیت حقوقی ایجاب میکنه در باشگاه هر دقیقه صحبت کنم، فدات شم که به حال داخل این هفته میخوام شخصیت حقوقی من اینجا که من همیشه پاسخگو بودم، همیشه هم جواب دادم، سخنگو باشگاه شهابی هست، میان صحبت کنن. ببین من هر دفعه میام سر زمانم تنظیم میکنم به یه جلسه برسم، دوستان میگن آقا صحبت کن، بعد که صحبت نکنم میگن آقا چرا صحبت نکردی. تو در مورد جلسه‌ای که بازیکن ها داشتید بگید چطور شد، رضایت نامه‌شون رو گرفتن بازیکن ها؟ اجازه بدید اعلام میکنه از طریق سایت. مرسی.